به نام خداوند بخشنده مهربان امیدوار هستیم که حال همه شما خوب باشه و کتابچه و قلم داشته باشین پر انرژی باشین درس ما را تعقیب کنین مکتب تمدن هست از تلویزیون تمدن با ما حجت و محمدی هم راه شوید فیزیک صنف دوازده هم درس افتاد و سه هست و اگر میخواید درس های قبلی رو ببینید به تلگرام و یوتیوب ما حتما و حتما رجوع کنیم در درس قبلی در مورد رادیاکتیویتی در تبابت و در واقع رادیو, اک... و تعیین سن مومیایی ها و عتیق جات اینا صحبت کردیم که چگونه یک جسمی را که پیدا می کنن سن او چی می کنن، مشخص می کنن. در ادامه از این یکی از کاربرد های رادی می خواهیم به رادیو در تبابت اشاره کنیم که قبلا هم اشاره کردیم ها ادامه از او مانده بود ببینیم در رادیواکتیو در تبابت گفتیم یکی از راه های رادیواکتیو در تبابت هست که هر جایی که خون بند میشه توسط رادیواکتیو را چی میکنن پیدا میکن ماده رادیواکتیو داخل خون میره و او چی میکنه از خود تشعشع میکنه و هر جایی که استاد شد میفهمن که اینجی رگ است بندش کرده این در واقع پیدا کردن همون قسمتی هست که رگ انقاد خون هست در واقع و دیگه در این تصویر مشاهده کنین شما رو به یاد چی میندازه به یاد چی تصویر جالبی نیست در واقع این حجرات خطرناکی هستند که از حالت عادی خود چی شدن خارج شدن و در واقع سرطانی شدن مواد رادیواکتیو همچنان خودشان سرطان زا هستند و دیگه ای که در تخریب قدوات سرطانی هم استفاده میشن ببینین شاید دانش آموزا میپرسن که خودش سرطان زا است یعنی سرطان تولید میکنه چطور تو باز در تخریب قدوات سرطانی استفاده میشن در واقع دوزش رو کم میکنن مقدارش رو ضعیف شده همون قسمتی را که ماده قدوات سرطانی هست تزریق میشه به همون ناحیه پس ببینین این تومور سرطانی هست تومور سرطانی و دقیقا در قسمتی که این حجرات سرطانی وجود داره اون ماده رادیواکتیو که با ای علامه قبلا به شما گفتم علامه سیاه و زرد این ماده رادیواکتیو رو را به دقیقا به اون قسمتی که حجرات سرطانی است تزریق میکنم و اینها با توجه به همون تششعاتی که دارن این حجرات رو چی میکنم یا تخریب میکنن و یا هم نابود میکنن و این حجرات سالم هسته شما بینین به قسمت های استخان و دقیقا ببینید به بعضی از قسمت هایی که داخل رگ, رگ خونی میشن و مشخصا میره به اون قسمتی که حجرات سرطانی موجود هست و در اسکین در پوست هست در خیلی جاها ماده رادیواکتیو را تزریق را میکنن در استخوان اینها تا حجرات سرطانی را از بین ببره گرچه سرطان و یا کنسر در واقع یک مریضی بسیار خطرناکی است که در ب ب بسیاری حالات ممکن است امیدی برای بهبود مریض نباشم اما اگر زود شناسایی بشه میشه توسط رادیو در واقع تراپی و یا کیموتراپی این موضوع رو حل کنیم رادیوتراپی کیموتراپی، اینا کیموتراپی گفته میشن یعنی مواد رادیواکتیو داروی یا عمو دا دا ماده به داخل بدن در دا مو موضعی که قرار داره تزریق میشه اینو میگن کیموتراپی و اما رادیوتراپیش باز فرق داره رادیوتراپی تشش هستن مریض در واقع در این تخت خوابانیده میشه هر موضعی که تومور سرطانی باشه توسط مواد رادیواکتیو تشعشع رادیواکتیو حمله میکنن به اون نقطه و او را از بین میبرن که خب این مریض حالا میره داخل این قسمت را پرده را بر میداریم تا شما ببینید چه اتفاق میفته در واقع مثلا اگر یک قسمتی از بدن مریض قدوات سرطانی باشه مریض میره داخل همو دستگاه و در اینجا شما مشاهده میکنید این قسمت ها از 360 درجه ماده رادیواکتیو کار گذاشته شده این ماده رادیواکتیو کوبالت است کوبالت کوبالت در اینجا ماندن در این که باز شد ناحیه را هدف قرار میگیره هر ناحیه‌ای که باشه و گاما ریز گاما ریز تارگت این قسمت است تشعشعات رادیاکتیف گاما اشعه گاما میایه انرژی زیاد است و اون حجرات رادیواکتیو را مورد حمله قرار میده حجرات سرطانی را مورد حمله قرار میده تا اونا چیشن نابودشن این طریقه درمان که هست به نام رادیوتراپی میشن. میشم اشعه درمانی او قسمتی که به بب... در, در دارو به بدن مریض تزریق میکن اینجکشن در واقع تزریق میکنه او کیموتراپیش هسته به دو طریقه توسط همین مواد رادیواکتیو هم میتونن که حجرات سرطانی را از بین ببرن رادیو و کیموتراپی و او قسمتی که دیتکتور داشت او در واقع شناسایی میشد آشکارساز بود توسط رادیواکتیو انعقاد خون را تشخیص میدادن شما میبینید که علم وقتی پیشرفت میکنه هم ما میتونیم از علم مفید استفاده کنیم هم غیر مفید این قسمت های مفیدش هست قسمت های غیر مفیدش هم میرسیم که از این مواد رادیواکتیو در سلاح ها استفاده میشه سلاح های نظامی که یک منطقه را میزنند او منطقه چی میشه مثلا بمهای اتمی سلاح‌های دیگه اینها ساحه را بسیار رادیواکتیو میکنن و خیلی خطرناک است و نسل‌های بعدی را حتی چی میکنن دوچار به اصطلاح مشکل میسازند خب این کاربرد رادیواکتیو در تبابت بود که خیلی هم جذاب بود امیدوار هستیم که کسایی که این برنامه را میبینن انگیزه ای اونا خلق بشه که دکتر بشن و بتونن مشکلات مریض ها را حل بکنن ما هم در همین جا دعا می کنیم برای مریض هایی که سرطان دارن که یکی از مریض های لا علاج هست و یا صعب العلاج هست که ان به زودی بهبود پیدا بکنن خب میریم به یک تصویر دیگر رو مشاهده می کنیم یک دفعه ای از داستان تبابت آمدیم در وارد یک فابریکه شدیم که به چی تولید میکنه فکر میکنید چی هست گچ هست سیمنت هست چی هست این حدس اگر زدین جایزه داریم چی میتونه باشه به نظر شما فابریکه چی هست فابریکه آرد است آرد نخود تولید میکنه نه خیر اینی سنگ رو رفتن اونجا اونو تو یک شکل کردن اگر گفتینی چی هست جایزه داریم چین کریستال است زمرد است عقیق است ها بگو 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 جایزه داری نگفتی خودم میگم یورانیم <applause> است نترسین یورانیم است ای استاد یورانیم رقمی است یورانیم است ای ایزوتوپای مختلف داره بیشتر برای زرد هم به این شکل پیدا میکنین این رنگیش هم هست یورانیم 92 یک از عناصر رادیواکتیو و بسیار بدرد بخوره ما هست یورانیم انصوری است که آخرین انصور در طبیعت است رادیواکتیو هست, رادیو هست. میشه از این سنگ یورانیم که در واقع از معدن استخراج میشه کارهای خیلی جالبی با او انجام داد یورانیم انصور فراوانی است همونطور که قبلا به شما گفتم 500 برابر طلا در روی کره زمین موجود است یعنی انصور خیلی نادری نیست و قیمت های مختلفی داره و مقاصد مختلف استفاده میشه از این سنگ یکی برای تولید انرژی و تولید برق که استفاده سلحامیز بهش میگن و دیگری استفاده غیر سلحامیز است که برای جنگ در های اتمی، بمهای اتمی، بمهای هسته استفاده میشه که در جنگ های جهانی شما دیدین که در هیروشیما ناگازاکی استفاده میشه و همکنون هم در جنگ های سرد استفاده میشه جنگ سرد چی است جنگ است که فقط کوری میخوانن ها برای همدیگه دو طرف میگه اینا من پنج پنجا دانه بم اتم دارم اصاب من خراب کردین باز بم اتم میزنم شما را خیلی آرام باشین یعنی وجود اینا در استفاده های غیر و سلحامیز هم هستم این انصار رادیاکتیوی که از بنامه یورانی هم. نمبر اتمی 692 نمبر از 6238 با انصار سر کار داریم چرا چون این یورانیم انرژی فوق العاده عظیمی در دل از این نهفته است همین سنگ که از طریق فرمول انیشتین میشه که این انرژی رو ما محاسبه بکنیم و قبل از او باید انشقاق کنه چی کنه انشقاق یا بشکنه از وسط سنگ یورانیم را باید بشکنین اینا این اتم یورانیم هست 235 92 یک عدد نیوترون کم انرژی کم انرژی یعنی که سرعتش آیسته باشه جسمی که تیز میره سرعت زیادش انرژی زیاد این کم انرژی است این کم انرژی کم سرعت را به طرف یک اتم یورانیم پرتاب میکنن بمبارد میکنن اتم یورانیم را اتم یورانیم با نیوترون و ای ناپایدار بسیار ناپایدار و از وسط میشکنه به دو تا انصر جدید تبدیل میشه یورانیم دیگه یورانیمی وجود نداره یکی باریم شد یکی چی شد کریپتون شد دو تا نیوترون هم در اینجا چی شده آزاد شده ممکنه در بعضی جا سه تا نیوترون آزاد شد ممکنه دو تا اما چیزی که اینجا مشاهده میکنین 200 میلیون 200 میلیون الکترون ولت انرژی به صورت حرارت و نور از داخلی میای بیرون از داخل یک دانه اتم یورانیم حالا شما اندازه یک نخود اندازه یک نخود یورانی هم داشته باشین میلیارد میلیارد اتم است میلیارد میلیارد اتم اگر بشکافه ببینین از هر شکافتش 200 میلیون الکترون ولت انرژی آزاد میشه پس یک نخود اگر کل اتم های یورانیمش بشکافه خیلی یک انرژی عظیم عظیمی های بیرون به شکل حرارت و نور که یک میلیون درجه حرارت داره که همه چیز رو ذوب میکنه این رو بهش میگن انشقاق هسته یا فیژن یا بهش چی میگن؟ به انگلیسی فیژن یعنی شکست جالب است که در اینجا شما چند نکته رو بفهمین که این دو تا هسته جدید کتلش از این کمتر است علت چی است؟ مقداری از این کتله تبدیل به چی شده؟ انرژی اینجا انرژی است که از درون یورانیم میای برون این رو میگن انشقاق هسته سوال امتحان کنکور همی هسته. که وقتی یک اتم یورانی هم میشکنه وقتی یک اتم یورانیم میشکنه در واقع کتله های محصول کوچکتر از ایست یا بزرگتر همیشه کتله های محصول کوچکتر است همیشه کتله های محصول چی است کوچکتر هست بیاین یک نگاهی روی تخته سفید کنین تا من این موضوع رو به شما بگم ببینین انشقاق هسته انشقاق چی هسته ای ببینین انشقاق هسته ای یعنی تقسیم شدن یعنی هسته شکستن یک هسته سنگین به دو هسته سبک هسته سنگین وقتی یک هسته سنگین به دو تا هسته سبک هسته سبکتر تبدیل شون بشکنه اینو میگن انشقاق هسته این این هسته ای. ای را ام بگیم این ام زبر این ام کلان حتما هسته های محصول کتلش از این کمتر هست یعنی چی؟ یعنی این تو یعنی ام و ام جمع ام زبر این دوتا از این کمتر است همیشه هست محصول محصول کتلای محصول از کتله اولیه کمتر است کتلای دومی چرا به خاطری که مقداری از این کتله تبدیل به چی شده انرژی میشه تبدیل به چی میشه انرژی انرژی برابر با 200 میلیون الکترون ولت انرژی که به صورت حرارت و انرژی آزاد میشه خیلی خطرناک است این مقدار تفاوت کتل است اون مقدار انرژی را از طریق فرمول انیشتین میتونین پیدا بکنین دلتا ام زب در سی مربع مقدار انرژی که در واقع اینجا محاسبه شده اول تفاوت کتله را پیدا میکنین و بعدا مقدار انرژی را این در واقع شکست هسته ای هم در بعضی سوال های کانکور آمارده میگن شکست هسته پس در واقع یک نوع تعامل هسته است که هسته اولیه به دو هسته دیگه تبدیل میشه و این هسته های در واقع محصول همیشه کتلش از اینات چیستم؟ اینا چی هستن کمتر هست اینو به نام انشقاق هسته ای یاد میکنن که میخوایم که انشالله در درس بعدی به همین موضوع بپردازیم و ببینیم که یورانیم چگونه میشه انرژی خود را آزاد بکنم خب امیدوار که درس امروز هم مورد پسند شما واقع شده باشه تا درس بعدی خداوند یار و نگهدار شما بدرود